کفن کن بعد به میدان برو. مختار به قدر کافی غرامت عشق بناریه را پرداخته. برو پا پیچم نشو. چه شد ناریه؟ تو که فالگوش استاده بودی کلک، شنیدی که غرامت عشقش را داده؟ آخ چف به قبر میتت ناریه، کاش پدر گور به گور شده من مغضوب پیامبر نبود. چرا نبش قبر میکنی ناریه؟ نبش قبر نیست جاریه، دلم خون است. من دختر هر کس جز سمارت ابن جندب بودم، به تیزی چشمانم زبان مختار رو میبریدم. هنوزم میتوانی؟ نمیشود جاریه، وسوسه های عمو جانت کاری تر بوده، میخواهد به میدان برود. خب برود. چرا من باید پاپیچش شوم و خودم را سبک کنم؟ نه ظاهرا تو هم بدت نمی آید مختار را در رزم جامه ببینی. چرا که نه، مختار در رزم جامه دلرباتر است تا در لباس دهقانی. وقتی ریشش را کوتاه می کند صورتش پر از غرور می شود. ناریه تو چرا حسود نیستی؟ رزم جامعه مختار رقیب توست. نمی ترسی از هوایی که ممکن است خانه خرابت کند؟ واقعا؟ مختار به میدان برود و عربده‌ای بکشد تنها دل دشمنان حسن را نمی لرزاند. لشکری از دخترکان سیاه چشم عرب برایش قش می کنند و می میرند. غلط می کنند، چشمان تک تکشان را از کاسه در می آورم. سانت هم که بیاید نتواند حریف این جماعت مخنث مسبسب شود. اوزا از آن که فکر میکردم وخیمتر است. دستی که تو را در آغوش میکشد خنجر کین در مشت دارد. این بار معاویه دخترش را با جهیزیه ای از طلا بر نیزه کرده. فقط خدا میتواند مجتبه را از شر این مرگ حفظ کند. به حکم داور دادار حضرت اجل مختار کمر بسته به پیکار تا بکوبد یاغی و تاغی و خطاکار. نزاع عرب و عجم حیلتی ساختار از سوی دشمن مکار. سپرها مکی، تیغها هندی، زره‌ها داوودی، هر چه از ابهت لشکر شام بشنوید کم شنیده اید. چه جنگجویانی! من تا به حال آدمیزاد به ریخت و قواره آنها ندیدم. قدرتی خدا، گردن گاو، ران کمر یابو، بازوان الاغ، چشمها وقزد کنهو چشم دیر. چشمم به این اجنه ها افتاد، دردم اشهدم را خواندم.
لب به التماس گشودم، فهمیدند عراقی هستم. چشمتان روز بد نبیند. مرا از پاچه آویزانم کردند و بکوب که میکوبی. از کجا فهمیدن عراقی هستی؟ از کجا؟ از تهلهجم. عین و غین ما عراقی ها با غین و عین شامی ها فرق میکند. اما آن از کوزه هایشان، کوزه که نه بلای سیاه. خدایا مسلمان نشنود کافر نبیند. از همچیره ها کسی حامله نیست؟ ترس از لشکر شاه مغلوش از سرت پرانده؟ کوزه چربتی دارد به زن حامله؟ ربطش این است که نمیخواهم قاتل تفلی از مسلمانان باشم. زن حامله بشنود داخل کوزه های شامیان چه دیدم؟ از ترس بچه میاندازد مسلمان. با این ادا اصولان نصف جان من کردی. جان بکن، بگو در داخل کوزه ها چه دیدی؟ کجدم، کجدم های ارباز. هودج هزار شتر از کوزه بار کردند که پر از کجدم های ارباز است. میخواهند با منجنیقان ها را به خانه های مدائن بیندازند. عرض نکردم؟ خدایا توبه. به حکم تکلیف باید مسلمین را از خطری که در کمینشان است آگاه کنم. خدایا توبه. این اباطیل همه لاف است و گزاف، میخواهند ما را بترسانند. خدایا ما را از شر دجال شامی حفظ کن. آمین. چطور میتوانند آن همه کجدم را پر از کوزه کنند؟ کوزه را پر از کجدم کردن، نه کجدم را پر از کوزه. بیشک از مزدوران شام است. کتو بادش رو ببندید. بله امیر، پیادشی. کجدم را شکر شکر میکنند که نمیرن. خیلی راحت کنه او آب خورده. حیلتشان را به چشم دیدم. سربازان شامی ملخی را بر سر چوبی میبندند و آن را به سوراخ کجدم نزدیک میکنند. کجدم به هوس تومه بیرون میآید و به تله میافتد. شکارچیان کجدم ارباز و جنگجویان نتراشیده و نخراشیده شامی شکل من نبودن؟ چرا؟ به سهولت و هیبت دست کمی از آنها نداری، ولی به قد و قوار سلطان هم نمی شوی. غلط نکنم شما را در جای زیارت کردم. بی غیرت، خجالت نمی کشی با این لات آهلات وحشت به جان مردم می اندازی؟ بی خانمانی مردم شهر و دیارت را به چند سکه فروخته خواهند. ای که بشکنت دست بی نمک، بیام خوبی کن. دستانت بی نمک نیست، خائن است. من اونها را خواهم شکست. کتو بالش رو ببندی. اگر نه فریب این دروغ زنان را نخورید. میخواهند شما را به گستن بدهند. میخواهند که این بالا بچیر شما را سفر بلای خود سازند. من مردم فروشم یا شما که یک روده ی راست در شکم دادید؟ چرا اخبار جنگ را پنهان می کنید؟ تسلیم شدن لشکر عراق دروغ است یا زخمی شدن حسن ابن علی؟ وقتی چند تا از همون کشتم های ارباز را به جانت انداختم مغار می آیی چه مأموریتی داشته اید؟ ببریدش. آی مردم، آی مردم، از لشکر عراق تعدادی شل و کل و پیر و کور بنده است که در سامان سلطنت ملک المود است. ایها الناس، وقع تازه شامیان را از زبان مزدورشان شنیدید. اکنون چند کلمه‌ای بشنوید از امیر مختار ثقفی که از امروز عهده‌دار امور مدائن شد. من گمان می کردم معاویه برای اینکه دل و دین جنگجویان عراق را بخرد بر پشت اشتران کوزه های پر از طلا بار کند، اما این کجنم های ارباز از همان جنس لطایف الهیله ورق پاره هایی هستند که در صفین به نام قرآن بر نیزه رفتند. حقیقت این است که عراق عرب
همیشه در میدان نبرد حریف قدر و قلدری برای شام بوده و هست. شامیان اگر مرد جنگ بودند دست به دامن کژدم‌های ارباز نمی شدند. آنها تمام امیدشان به جهل شما بسته، همان گونه که پیش از این طلایه‌داران لشکر عراق قبل از این که به میدان نبرد وارد شوند مغلوب طلاهای ماویه شدند. جماعت مجتبا زخم برداشته، نه در میدان جنگ و نه به دست نیروهای شام، او در تاریکی شب و به تیغ جفای خوارج مجروح گشته. امروز شهر شما، شهر مدائن، میزبان پسر پیامبر است. که شکر خدا جراحتشان رو به بهبودی است و به زودی از بستر برخواسته پاسخی دندان شکن به لاف و گزاف های معاویه خواهند داد. و اما من مختار صرفی از امروز بنا دارم در این شهر هر ندای خائنانه و مشکوکی را در نطفه خفه کنم. و این شهر، شهر مدائن، شهر شما را به یاری خدا از لوس وجود مزدوران شام پاک کنم. زن من قتلت ای مردم مدائن، به کدام این گناه میخواهند شما را تومه جنگی بیهوده کنند؟ شما امروز میزبان کسی هستید که ابایی ندارد خونتان ریخته شود، اموالتان به غارت رود و ناموستان به حراج. دیر نباشد که شامیان با منجنیق‌ها و قاروره‌های نفتین رومی آتش بر سرتان ببارند و شما را در خانه و کاشانتان زنده زنده بسوزانند. چرا حسن ابن علی باید به شهر شما بیاید وقتی میداند جنگ را باخته و معاویه برای سرش وعده ها کرده؟ من از اردوی مجاهدانی میایم که امروز عزادار برادر شهیدشان جراح ابن سنانم، شهیدی که فقط به قصد قربت بر پسر ابو تراب زخم زد و خود به فیض شهادت رسید. لا حول الا الله، لا حول الا الله، لا حول الا الله، لا حول الا الله، لا حول الا الله. برادران، در کجای شریعت محمد آمده که حکومت مثل ایران و روم بایستی موروثی باشد؟ معاویه برای پسرک طناز کبوتر باز و میمون بازش سر دست می شکند و پسران علی که از خویشاوندی با پیامبر سوء استفاده می کنند. خوب دور برداشته یزرق، رجز خواندن در میدان خالی شهامت نمی خواهد. نفرین بر شما خارجی ها که مایه ننگ و نفرت عربید. شما که امروز معاویه را کافر می دانید، چطور شد که در صفین به مسلمانی شهادت دادید و در برابر قرآن‌هایی که بر نیزه کردند سجده کردید؟ میشنوید برادران؟ ما را متهم می‌کنند که از دین خارج شده ایم، در حالی که وفادارترین امت به شریعت احمدی. حرف دیروز و امروز امان یکیست، نه معاویه، نه علی و نه فرزندانشان. تا اینها بر سر کار باشند جنگ برادر کشان تمامی ندارد و اعضا و جواره مسلمین بر خاک است و فتنه در میان امت بر جا. به خدا قسم با وجود فتنه اموی علوی فضیلتی بالاتر از جهاد نیست.
دارید در بوده مختار رجز بخانی. این نزا حالا تماشا دارد. چطور شد مختار از امر زراعت دل کنده؟ شنیدم سپه سالار لشکر عراق شده. جارچیان خبر امارتش بر مدائن را جار میزدن. امیر مدائن که بود؟ مختار امیر نبود بنده خدا. امیر مدائن عموی مختار است. عجیب است که خفاش ها روز روشن به میدان آمدند. تا جایی که من میدانم خفاش از نور گریزان است و در تاریکی شب تومش را سید میکند. تو که بی طرف بودی و پشت به جنگ برادر کشان داشتی ابو اسحاق. از حقیقت دارد که تو را هم فریفتند. تو به چه تمه دینت را به دنیا فروختی مختار؟ پادشاهی عراق میرزد، میدانی چرا در این جنگ به قول تو برادر کشان بی‌طرف بودم؟ دلیلش عصبانیت از عدالتی است که به امثال شما حیوانات فرصت می‌دهد تا آشکارا شمشیر ببندید و جولان بدهید و در میان عوام و ناس بچرخید و افکار زالتان را جار کنید. خوارج از نظر من کافران حربیان و مهدور و دم، چه شمشیر بچشند چه شمشیر نچشند، این بار را، فقط همین بار را، به حکم الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس از خونتان میگذرم. حالا گورتان را گم کنید و از جلوی چشمانم دور شوید. یک بار دیگر ببینمتان، مادرتان را به عزایتان مینشانم. برو و این پیغام را به رفقای خبیثت برسان. شمشیرت هم به خوبی زبانت رجز میخواند پادشاه آینده عراق. جنود شیطان فرصت نفس کشیدن نمیدهید. رهایی این جماعت جفایی است بر رعیت. همشان را به زندان کوش ببرید. بله امیر. ما شما خوب گوشایتان را باز کنید. زین پس کسی بخواهد سر خود در این شهر شمشیر بکشد یا چوب و چماق بردارد و در شهر آشوب و بلوا بپا کند، با من طرف است. مجرم است چه عرب باشد یا ایرانی، اموی باشد یا علوی. از این به بعد در شهر مدائن حفظ امنیت با مختار است. بلاغه چرا رم کرده ای گلم؟ چرا ترسیدی؟ مختار به میدان آمده، نشنیدی؟ چرا؟ مدائن گر گرفته بود، مختار آبی شد بر آتش شهر. چه نسقی کشیده، هیچ کس جرأت عرض اندام ندارد. نشد پاسوز خانهش کنی نه؟ نشد حنانه، دم به تله نداد. عشق آتشین ناریه هم نتوانست منصرفش کند. گوش به هر وسوسه و نغمه بسته. تو چرا خودخوری میکنی عمرم؟ مختار به میدان آمده دست عمر را بسته؟ فدای سرت. عمر میخواهد شاه عراق بشود،
خب باید از مانع مختار بپرد. میتواند حنانه. اگر تو بخواهی میتواند. باز چه خوابی دیده؟ خیر است عمرم. عمر و مختار از بچگی با هم رقیب بودن، بلدن با هم کنار بیایند. بیا بشنوی عمر برای چه نقشه‌ای کشیده. هوش از سرت میپرد. این رنگ رزان مجوز را بکن. تو باشی به بنی نمتت دهن کجی نکنی. منال ببینم اقوا امویس یا علوی، معاویه یا علی. منال حرم نجات پرست حق به در شفی های لانکت آخر معاویه بریدی. حق با کسیست که طلا دارد یا با کسیست که خدا را دارد. زدی؟ پناه بر خدا، کله خرس یا کله آدمی؟ شاخ گاو رو یه سرت چه میکنم؟ موی سرگین گاومیش به دماغت خورده کچل مجوس؟ خیال میکنی از بیت المال پسر علی کله گاومیش نصیبت میشود؟ گاومیش؟ برای من دوره میافتی و تومار جمع میکنی ها؟ بیا جلو، بیا جلو تا مغز نداشتت را حرام سگها کنن. بیا جلو. بواسیرت آد کرده یا کرم به جانت افتاده؟ دق دلی کدام مرزت را میخوایی سر ما خالی کنی؟ شیخ ابو مرز به تو چه که من تومار جمع میکنم؟ به چه حقی در خانه من به من حکم ایرانی منحوف بذارم؟ به نهمار تویی مغز؟ لشکریان شام پشت دروازه های شهر خیمه زده؟ معاویه بو ببرد که مدائنی حامی پسر علیست به صغیر و کبیر من ره نمی کند؟ هی ملخ خور، تو دلت برای مدائن و مدائنی نسوخته. همه می دانند عرب حضرمی مزدوران معاویه هست. شما می ترسید که معاویه گیر و مواتبتان را قطع کند. کچل احمق، معاویه آنقدر سخاوت دارد که خر در کمینه می بندد در آخرش اشرفی می ریزد. تو که سنگ پسر علی را به سینه می زنی، قرار از چه گلی به سرتان بزند یابو؟ در دولت پسر علی همین بس که ایرانی و عرب را به یک چشم ببیند. ما سر و جان می دهیم برای این مرامش. به خدا قسم همین دلیل کفایت می کند که ما تشنه به خون پسر علی باشیم. این آرزو را به گور می بریم که عرب با عجم یکی باشد. آخر معاویه بزنم. عرب از کدام تیر او تایفند؟ گاو زبانتان را جویده؟ من زبان تک تکتان را میبرم تا همه عمر معاف از معرفی باشید. تا اومده ای ما را به سلابه بکشی، بکش! به تیره و تایفه ما چه کار داری؟ تو سلابه نمیخواهی مردک، قلاده میخواهی ابو فتنه.
شرارت همچون کرن در کاسه چشمانت لول میخورد. حضرت عجل، این جماعت از اعراب حضرمی هن. تو از کدام تیره عجم هایی؟ از عجمان دیلم. نزاع عرب حضرمی و عجم دیلمی، این یعنی جنگ، جنگ اموی و علوی. اما چرا اینجا در مدائن؟ چرا در بازار رنگ رزها؟ نزاع در داخل شهر یعنی آشوب، یعنی جنگ، جنگ علیه امنیت و قانون، جنگ با فرماندار. امروز فرماندار این شهر منم. مرد میخواهم برای نبرد. کیان؟ بله امیر. نامه اعمال تک تکشان را میسنجی. هر کس که ضربتی زده یا ضربتی خورده مجرم است. حضرت عجل، نمیپرسید این دعوا و جر و منجر بر سر چیست؟ چون و چرایش به عهده قاضی است، نه فرماندار. خوردی کچل؟ این بود عدالتی که خودت را برایش تکه پاره میکردی. دست مریضت مختار. خیال کردم یک دلاور عراق عرب به میدان آمده تا شیعه خار و خفیف نباشد. توقع داشتید در برابر فحاشی های این شیخ مریض خودفروش حضرمی لال باشم؟ او به جرم حمایت از پسر علی بر من تبر کشید. باید گردن خم می کردم تا بزند. کسی محق باشد ترس از محکمه و قضاوت ندارد. در ضمن شیعه‌ای که ملعبه دست ابو فتنه شود و آب با آسیاب دشمن بریزد، همان به که در زندان بماند و بپوسد. مختار، خال المؤمنین معاویه ابن ابو سفیان برنده جنگی است که بر سر میراث محمد برپا شده. تو با عمویت نمیتوانید مانعش شوید. تو اهل درایت و سیاستی مختار، چرا حکومت عراق عرب را با پسر علی محافظه نمی کنی؟ چرا به زندان نبودی؟ خواستی ملت تماشایشون کنید که چه بشود؟ اسارت اینها عبرتیست برای آشوبگران که هنوز آزادند. با آبروی مردم بازی میکنی؟ از انظار خلق دورشون کنید. بله امیر. عذر موجه دارم برادرم، شاید بتوانم به کمک برادرزاده‌ام برای چند روز معضلتان را حل کنم. ایشان برادرزاده‌ام مختارند. السلام علیک یا مختار. و علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام. و علیکم السلام. در اوصاف مختار پسر ابو عبید ثقفی بسیار شنیدم. مفتخرم به زیارتتان. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. خدا رحمت کند همه اسیران خاک را. از در که داخل شدی لحظه خیال کردم برادرم ابو عبید آمده. نمیدانی در این لباس چقدر شبیه او شدی. مرحبا عمو جان، رو سفیدم کردی. اخبارت مو به مو، نکته به نکته به من میرسید.
عجب ضرب شستی نشان دادی. شنیدم همه مفسدین دو به همزن ماستا را کیسه کردند. شکر خدا نظم و امنیت برقرار شده. مأمورین بر اوضاع شهر احاطه کامل دارند. مرحبا عمو جان. ما پیش از این وقایع هرچه آذوقه در انبان داشتیم به درخواست امام فرستادیم. در حال حاضر انبارهای حکومتی مثل کف دست بنده است، صاف و پاک. علی ای حال از کمک اهالی متمول مدائن ناامید نیستم. شما به سابات بروید. سعی میکنم فردا اولین کاروان محموله آذوقه و علیق را برایتان بفرستم. خداوند بر عزت و جاه و مقامتان بیفزاید. امام ده تن از یارانی چون شما را در کنار خود داشت به این مصیبت دچار نمیشد. تا مشیت الهی چه باشد برادر، شاید در این مصیبت رحمتی باشد که ما نمیدانیم. حکایت امروز امام مجتبی حکایت جدش رسول خدا در احد است. یکی از برکات شکست در احد بیداری مسلمین بود. بله البته. اجازه مرخصی میفرمایید. در پناه خدا محفوظ باشید. جناب مختار، شما از نسل سلحشوران به نام و پرآوازه عراق عربی، نسل مردان پیلفکن، جایت در کنار پسر پیامبر خالی بود، سربلندیم و مغرور که در رکابت شمشیر بزنیم. هرام چه خدا بخواهد سردار، در پناه حق. خداحافظ. خدا پشت پناهتون. شنیدی عمو جان؟ تو از نسل مردان پیلفکنی. میبینی تو و پدرت در دل و ذهن مردم چه منزلتی دارید؟ حفظ این مقام و منزلت کار دشواری است. توصیه میکنم سری به اردوی امام در سابات بزن. لشکر عراق روحیه خود را باخته؟ حتم دارم تو را ببینند جانی دوباره پیدا میکنند. الحق مرد سیاستی دمو جان، شما از من خواستید که در اداره امور مدائن و مراقبت از جان امام کمک احوالتان باشم. من هم به جان و دل پذیرفتم. من در حوزه فرمانداری شما تا روزی که امام در مدائن هستند از هیچ کمکی مزایقه نمی کنم، اما در جنگی که فرجامش شکست و رسوایی است داخل نمی شوم. پس نمیخواهی جبران مافات کنی؟ نه که نخواهم، نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ تو قدرت و هوش فوق‌العاده‌ای در فرماندهی و اداره امور داری. تو در یک نیمه روز توانستی مدائن را مسخر کنی. چرا فکر میکنی نمیتوانی سپاه مزمحل عراق را بسازی؟ مدائن را در یک نیم روز فتح کردم چون اختیار تام داشتم، چون از سیاست سرکوب استفاده کردم. امام با چنین شیوهی موافق نیست. چرا؟ برای اینکه در این شیوه ممکن است انسانهای بیگناه هم قربانی شوند. بهرام رنگ رست نمونهش. میدانم که بیگناه است، اما اگر او را در بنده می کردم قوقای عرب و عجم خاموش نمی شد. خب این هم دلیلیست. امیدوارم اقامت امام در مدائن طولانی نشود. دلواپس چه هستی مختار؟ کشت و زرعم، امور رعیتم. کم مشغله ای نیست مشغله یک لشکر نانخور. کیان، یکی از مشغله های مهم مختار تویی. چرا این شیر شرزه را در بیشه زن و زراعت و نان و آب زندانی کرده اید؟ کیان؟ مشغله مهم من تویی؟ من غلام شما هستم مختار.
چرا مثل چغندر سرخ شدی؟ مرحبا به این موجب حیا و تواضع. منظورتان از این کنایه چیست؟ کیان جاریه را از من خواستگاری کرده. من رضایت تو را شرط کردم. ناراحت شدی ابو اسحاق؟ به دوستی من فکر میکردم. فکر بعدی که نکردی. حقیقتش چرا؟ فکر میکردم نکنه دوست بیریایی من به طمع خواهرم دور برم میپلکد. احساس عجیبی دارم کیان. جاریه خواهر ناتنی من است و در خانه ای من بزرگ شده. درست است که من عرقش پدری کردم، اما قبول کن صاحب اختیارش نیستم. وصلت تو با ما هم برایم احساس گنگیست، اما با این وجود من حرفی ندارم. امشب به خانه ما بیا و وقتت را امتحان کن. رضایت من نیمی از مسئله است. جواب قطعی را باید جاریه بدهد، نه من. عرب را با عجم چه وصلتی است؟ رفاقت با تو برایم عسلیست که تلخی و تندی و شوری نمیتواند شیرینیش را ضایع کند. وصلت با شما برایم لذت مضاعف داشت که بدبختانه فراهم نشد. بی‌پروایی و بی‌ادبی این دخترک بی جواب نمیماند. من به اندازه قوتی که به او خوراندم و رختی که به او پوشاندم حق دارم ادبش کنم. مرحبا مرحبا ام ثابت، عجب اغنبی در راستین پروراندی. حرمت من به درک. این بود رسم میهمان نوازی؟ چرا کاسه کوزه را بر سر من میشکنی مختار؟ جناب کیان، مختار در مورد تقاضای تو حرفی به من نزده بود. خیال میکردم بر حسب عادت به دیدن دوستت آمده ای. میدانستم چه خیالی دارید، جاریه را میساختم که لااقل اهانت نکند. من هم شرمندم. من این جمله را از زبان عرب بسیار شنیدم بانو. باکی نیست. کیش بودیده گستاخ؟ نه ابو اسحاق نه، تو را به جان کیان نه. او مغرور است و جوان. به خدا قسم غرورش آتش عشقش را به جانم افکن. تمنا می کنم صبور باشید. تو دخالت نکن کیان. این دختر غرور و شرافت من را لگدمال کرده. دستم به دامنتان بانو، شما کاری کنید. جاریه مثل دختر من است. من برای او مادری کردم. سوزش چند تازیانه بهتر از عمری شکنجه در کنار مردی است که از جنس ما نیست. قصد اهانت ندارم. تو باید خودت این چیزها را میسنجیدی. من باور نمی کنم پسر مردی باشی که اولین داوطلب حمله به ایران شد. پسر مردی که شهره به پیلافکن است. پسر شکارچی فیلی که عاقبت پیکرش زیر پای یک فیل ایرانی له و لورده شد. تو پسر آن پدر بودی؟ امروز یار غارت یک ایرانی بی‌نام و نشان نبود. گنده تر از دهانت حرف می زنی دختره که بی چشم و روی فقیر. من بر رزنده تبارم حرف می زنم مختار. من یه
یک دختر عربم، دختر ابو عبید ثقفی که برای خودش یلی بود. تو هنوز من رو به چشم دختر بچه یتیمی میبینی که برادرش منت بر سرش نهاده و بزرگش کرده؟ تو کفیل من شدی که جانم را تصاحب کنی؟ تو برادر دلسوز من بودی، این توهین رو در حقم روا نمیداشتی. تو چطور قبول کردی یک ایرانی بی‌نام و نشان با جسارت و وقاحت رسومات عرب را لگد مال حبس خود کند؟ فضیلت ما به قوم و نژاد و قبیله نیست نافر، ما مسلمانیم. از این ایرانی بی‌نام و نشان چه میدانی که با کینه‌ای شطوری بر او میتازی؟ تو میتوانستی با یک نه او را جواب کنی. او به من توهین کرد، من هم پاسخ توهینش را دادم. باورم شد خونه عرب جاهلی در حکایت جاری است. خوب گوش کن جاریه، تا به حال گمان میکردم لقمه حلال میتواند خلق و خوی وحشی تو را عوض کند. از امشب به زبان عرب جاهلی با تو سخن میکنم، به زبان همان تیر و تبار که اینقدر به آنها میبالی. تو بر سر سفره من استخوان درک کندی، از کنیز من هستی. تو به حال هم همین بوده، تو همیشه به چشم یک کنیز به من نگاه کردی. تو ارباب منی نه برادرم. میتوانی به هر قیمتی که دلت میخواهد مرا به رفیق ایرانیت بفروشی. کیان عروس میخواهد نه عقرب. من تو را نمیفروشم هیچ وقت. انقدر بیشوهر به من، انقدر بیشوهر به من. تو موهای سرت رنگ دندانهایت شوند. دست مریضات، دست مریضات، با این توفهی که ادب کردی. من حریفش نشدم مختار، او دختری غمگین و تنهاست. امروز از خوشبختی دخترانی حرف میزد که زنده به گور شدن. آرزو میکرد کاش پسر به دنیا آمده بود. میترسم دیوانه شده باشد. دیوانه یک کشق موهوم شده. دلت برایش میسوخت، در حقش درست مادری میکردی. تو که بی انصاف نبودی مختار. حق بده شوهرش را خودش انتخاب کند. انتخاب کند؟ اما نه پسر سعد عبی و قاس را. برای من ننگ است که شوهر خواهرم عمر سعد باشد. ناریه، غرورم را زخمی کنی، عشقم را سر می برم. دیدی؟ عرب را با عجم چه فضلتی است؟ از زبان من جواب رد می شنیدی؟ ممکن بود هزار جور فکر و خیال ناجور کنی. خواستم جواب نه را خودت از زبان این دختره که خیر سر یاقی بشنوی. مختاری که در میدان نبرد نرهش یک فوج را می لرزاند و موی بر تنشان راست می کند، در قلم روی خانهش به قدر یک موش اثر ندارد. رقت انگیز در این که مختار شیعه علی عاشق دختری شد که پیامبر پدرش را زیان کار خونده. رسوایی این عشق هفت پشت مرا کفایت میکند. نگیان تو، نه تو شیعه مخلص علی، هم بالینی میخواهی شایسته مرامت. این ننگ مرا بس که عمر سعد این روباه کثیف مکار
زیر پای جاریه نشسته و به اعتبار آوازه پدرش او را اخفال کرده. دستم به این را جاله برسد گردنش را خورد میکنم. مرحبا احسنت. برای عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مایه مباهات است که مختار ابو عبید ثقفی دشمن اوست. از اینکه خشم مختار بزرگ را برانگیختم احساس غرور میکنم. امشب در این خانه چه خبر است؟ کدام بی‌صفت خائن این دستی سرا چیده؟ آمده ای با شرافت و آبروی من بازی کنی؟ حرام زده! زور نزن مومن، خدای نکرده باد فت دوچار میشوی. کشک سفید میدان حرب نیست که شمشیر میکشی. خلاف عموزاده، من به مهمانی آمدم. شمشیر کشیدن به روی مهمانی که شمشیر ندارد رسم جوان مردی نیست. نجاستی که حریم این خانه را آلوده کرده فقط با خون پاک میشود. امشب این خانه مسلخه یکی از متوتاست. نمیخواهم ورد زبان ها شود و مرا سعد بیدفاع بود و مختار جانش را گرفت. فرصت میدهم با خنجری که به کمر بسته از خودم دفاع کنم. پس آنچه در مورد فقبود رایده تو شنیدم مبالغه بوده. سلوی برو به عموی مختار خبر بده زود. بلی آبانو. چشم. نمیخوای جرمم را معلوم کنی و بعد برا بکشی؟ جرمت را بر سنگ قبر تک میکنم. از خودت دفاع کن. من به خواستگاری جاری آمدم نه به جنگ. برای رسیدن به جاریه باید بر نشه من بگذرم. من تو را نمی کشم چون نمی خواهم عشقای جاریه را ببینم. یه چند دست آمدم تو می دهم مختار را کن. می ترسم جاریه او امشب بد جوری زخمی شده. خرنش مختار، ما می توانیم موضوع را مرد و مردانه حل کنیم. من در مقابل خود مرد نمی بینم. تو مرد بودی همچون سگی با وفا بر درگاه آل امیه واق واق نمی کردی. پدرت را معاویه به زهر کشت. تو به جای انتقام دست بوس و پابوس پسر ابو سفیان شدی. کسی که بر خون پدر توف می کند همچون حیوانیست که شکمش را از مردار خود پر می کند. خنجر بکش، خنجر بکش نامرد لاشخور. از خودت دفاع کن. یادت باشد خودت خواستی. من امشب با نیت خیر به این خانه آمدم. افسوس شر نصیبم شد. خوب ضربه میزنی مختار، اما من هم پسر جنگم. امشب یا بر زندانبان دیوانه و حار قلعه عشق غلبه میکنم یا در راه وصال معشوق سر و جان میبازم. ماریا جان تو عشقش رو نکشته کاری کن. آمد اینجا جامعه ازایی که یکی از ما داد هم میپوشن. من هم دست و پایم رو گم کردم جاریه. تا با حال مختار را به این حال ندیده بودم. قلم پایت بشکند سربی. کجا رفتی؟ فقط سعید میتواند آتش این جنگ را خاموش کند. شب ثابت میکنم که پسر فاتح ایرانم. پسر سردار فاتح ایران. اندک آبرویی برایت مانده باشد میراث پدریست. به فتوحات پدر نازیدن هنر نیست. خودت چه داری سگ با وفای اموی؟ دیدم چطور در گل مانده ای خرخسته ی علوی. حریف بی هنر طلبیدن که این همه عرق او ندارم. دست نگهدار جان عمو. تو کجا و کوشک سفید کجا؟ پسر سعد. برای امر خیر آمدم.
سگ قلاده شکسته کوشکتان چنگ و دندانش را به رخم کشید. چون امر خیری مردک؟ به خواستگاری جاری آمده. اوی که خر است مابقی را هم مثل خود خر میپندارد. خواستگاری رفتن رسم و رسوماتی دارد خروس بیمار. تو بی اذن صاحب خانه، بی آنکه در قلباب کنی، آن هم در شبی که کوشک میزبان پسر پیامبر است، به این امارت حکومتی آمده ای که دختر مطالبه کنی. خب کجا این کار جرم است؟ بی اذن صاحب خانه آمدم چون میدانستم روی خوشتشان نمیدهد. در قلباب نکردم چون میدانستم در به رویم باز نمیکنه. امشب کوشک میزبان پسر پیامبر است. خب من هم آمدم تا سنت حسنه پیامبر رو احیا کنم. یک جایی از کارت را غلط محاسبه کرده ای عمر. مقرر کرده بودیم هر کس بی اذن دخول داخل در کوش شود خونش را بریزند. تو چطور وارد کوشک شده ای و هنوز زنده ای؟ خب از اقبال بلندم بوده که هنوز زنده ام. عنایت بفرمایید، خونم را ریختند. تو اقبالت بلند نبوده. یحتمل برج و باروی کوشک ما محکم نبوده. شایدم دروازبان من با کیسه درهم و دینار شل شده. به زودی معلوم می شود پشت این خواستگاری مشکوک چه نیت شومی پنهان بوده. دربندش کنید. تو که مرد عاقل و با تقوای هستی حضرت والی، به خودم دلیل محکمه پسند مرا محکوم می کنید. هنوز حکمی صادر نشده. تو چند روزی مهمان کوشکی. حضرت والی، برای پسر علی برج و بارویی نمونده که من بخواهم فتحش بکنم. شما بیهوده من مظنونید. همین جا را غلط محاسبه کرده ای. من تا وقتی میزبان پسر پیامبر باشم بنا دارم به شیوه شیاطین شامی حکومت کنم. دلیل دندانگیری داشتی؟ حاضرم در محکمه بشنوم. این کفتار را به من بسپارید عمو جان. قول میدم زبانش را باز کنم. به یک شرط مختار، قول بده او را نکشی.